بحث ما در مورد بلند بردن عزت نفس بود و 20 مورد بر دوستا اشاره کردیم که اگر پیش خود اصلاح کنن عزت نفسشان خوب شده میره. چرا موضوع عزت نفس زیاد مهم است؟ به خاطر که وقتی علت اکثر مشکلات جامعه را جستجو میکنن در کمبود عزت نفس میباشد. در سال 1970 در کالیفرنیا یک تحقیق 10 ساله انجام دادن که علت مشکلات اصلی یا 7 مشکل اصلی را که در نظر گرفته بودن، مثلا چرا شاگردها مثلا مکتب گریزی میکنن یا مکتب نمیرن، چرا مردم به اعتیاد رو میارن، چرا روابط جنسی نادرست و امثال از دیگه پا مشکلاتی که بود، همی مثلا بخل و حسادت و اینا را وقتی مورد بررسی قرار دادن، بالاخره بعد از 10 سال نتیجه ای شد که علت اصلی تمام مشکلات جامعه چیست؟ کمبود عزت نفس. با او خاطری موضوع بسیار مهم است که ما پیش ما اصلاح شود و از طرف دیگه در پیشبرد زندگی روزمره ما اگر ما عزت نفس نداشته باشیم، ما مثل یک موجودی یخ زده هستیم، فعالیت کرده نمیتونیم، خود ابراز کرده نمیتونیم. بنان با او خاطر ضرور بود این بحث در موردش ما و شما چندین برنامه داشتیم و یکی از دانشمندان به نام ویلیام جیمز، روانشناس امریکایی است، تعریف میکنه، میگه عزت نفس عبارت از موفقیت بر توانمندی های بالقوه است. چی معنا؟ ما توانمندی داریم ولی تا ای را بالفعل نسازیم به موفقیت نمیرسیم. خیریر یک کسری جور میکنه، میگه صورتش موفقیت، مخرجش توانایی ما. چقدر توانایی خود ما استفاده کردیم؟ هر قدر بیشتر استفاده کردیم، یعنی ما عزت نفس ما بیشتر است. به نان اینجا تو ببینین موفقیت ما با عزت نفس ما ارتباط داره. هر قدر ما عزت نفس داشته باشیم با اون مقدار موفق میشیم. روزنبرگ یک روانشناس دیگه است، میگه فردی که عزت نفس بالا داره احساس میکنه انسان ارزشمند است، خود دوست داره، به خود احترام میگذاره و هیچگاه خود از دیگران برتر یا کمتر نمیدانه. به می خاطر بود که ما در اول هم گفتیم که وقتی دوستا میخواه بفهمن عزت نفس دارن یا ندارن، در جواب سوال من کیستم چی به دست میارن. همی که از خود ما سوال میکنیم من کیستم، اگر جواب ما ایست که انسان با ارزش، با اهمیت، مساوی به دیگران، مفید، یک عضو سازنده در جامعه هستیم، ما عزت نفس داریم. ولی برعکس اگر خود عقیر، ناچیز، اضافی و مضر میدانیم، نداریم عزت. در حقیقت دکتر صاحب این یک چیزی نیست که ما ای را از بیرون بخواییم بگیریم. بله، این به اساس تعریفی که شما گفتین، یعنی این در درون ما وجود داره و صورت بالقوه و ما باید اینا را به فعلیت بیاریم. بله، و به می خاطرام از دوستایی که عزت نفس ندارن سرگردان نباشن، ذهن خود اصلاح کنن، موضوع حل میشه. این همون چارعین علم و عقل و عقیده و عشق اساس عزت نفس تشکیل میده. به هر صورت عالی، میخواییم یک جنبندی از این برنامه‌ای که ما داشتیم و یک راه و روش عملی هم در پالی موضوعات نظری که برای دوستا گفتیم، اگر اون گپار عملی کردن ذهن خود اصلاح ساختن، چند موضوع دیگر هم کتش یک جای کنن دیگه، انشالله عزت نفسشان خوب میشه. اولین موردی که همیشه از خداوند متعال ما طلب عزت کنیم، از خداوند بخوایم که ما را عزت بده، چون منبع تمام عزت ها خداوند متعال است. ما از خداوند همیشه که دعا میکنیم علم بخواییم، ایمان بخواییم، اخلاق بخواییم، عزت بخواییم، نه که تنها میشه دست بالا میکنیم موتر و پیسه خواسته رو ایستیم. بنان اگر این کار کنیم عزت نفسمون بالا میره. دومین موضوع، بابت انسان بودن ما افتخار کنیم. امی که ما انسان هستیم، اشرف مخلوقات هستیم، خلیفه خداوند بر روی زمین هستیم، همی که خداوند با خلقت ما بر خدا آفرینی داده، همی که بر ما توانایی یادگیری داده، توانایی تکلم داده، خلاصه بسیار چیزاییست که ما میتونیم به خاطرش افتخار کنیم و شکرگزار باشیم. بله. سومین موضوع، و دکتر سه پیش از این موضوع، و عجیب یک معجزه ای از همین شکرگزاری. بله، شما وقتی شکرگزاری میکنین هم از عملکرد خودتان راضی میباشین، هم رضایت خودتان را متقابلا به خداوند، به طبیعت اعلان میکنین که بسیار تشکر، سپاس از این نعمت بزرگ.
و خود به خود استراب شما هم گم میشه. و چقدر بزرگ نتایج داره. سومین موضوع در میان خود و دیگرا موضوعات مثل پول و موقف اجتماعی و زیبایی و اینا را تفاوت قائل نشیم، به خاطر از اینا خود بالاتر یا پایینتر عقیرتر تو چیزا فکر نکنیم. ما انسان هستیم، 99% انسانیت و اخلاق ماست، 1% اینی چیزای دیگه که شما او را در نظر میگیرین اهمیت داره. اما متاسفانه کسایی که عزت نفس ندارین همین چیزای عادی 99% میشه، انسانیت پیششون 1% میشه. بنانی رو در نظر بگیریم. چهارم، مقایسه و حسادت و رقابت فراموش کنیم، با هیچ کس خود نه مقایسه کنیم نه حسادت داشته باشیم. پنجم، بر ظاهر و چهره و قد و لهجه خود و دیگرها اعتراض نکنیم که چرا قد تو اعتراض یا از من اعتراض یا رنگت یا ای یا صدایت اینا، چون انتخاب هیچ کسی نبوده، چیزایی که برش داده شده قرار نیست ما او رو توهین کنیم یا خود به خاطرش بخوریم. اگر بله بر ما کتلاک داده بودن روز اول که کدام چشم کدام بینی کدام قد کجا را انتخاب میکنی، صحیح در غیر از او یفه بیجا اسی. مثل از امو که میگن خدا چرا مثلا دقیقه چی ما را در برازم آسیا خلق کردی، باز از اوجا مثلا آوردی در افغانستان از اوجا فرض مثال در اینجا این گپا را دیگه خدا ناراحت نسازیم. ششم، به هیچ کس وابسته نباشیم به غیر از خداوند. اتکای ما به خداوند باشه، هیچ چیزی دیگه پایدار نیست. ما همه چیز دوست داشته باشیم، همه کس دوست داشته باشیم، دلبند باشیم، ولی وابسته نباشیم. ما به یاری خداوند و به توانایی خود بعد از زندگی پیش بریم. هفتم، به کارهای خوب خود افتخار کنیم. ما کار خوب که انجام دادیم بر خدا آفرینی بتیم و کار خوب لایق افتخار است. افتخار با غرور فرق داره. غرور چیز بد است. غرور است که یک چیزی نیستم اما تصور میکنم که هستم، بله، بر خود تواناییی که ندارم قائل هستم. ولی افتخار، ما سرفراز انجام کارهای خوب خود هستم و این جای داره که باید ما افتخار کنیم که کار خوب انجام دادیم. و در حقیقت کار خوب که انسان انجام میده، انسان خوب خوشحال میشه با کار، بله، و یک حس رضایت پیدا میشه و با افتخار کردن هنوز همی زیادتر میشه. هشتم، خود را لایق خوشبختی بدانیم. ما لایق خوشبختی هستیم. کسی که عزت نفس نداره خود را لایق بدبختی میدانه. ما بدبخت بیچاره هستیم، نمیخوایم حتی وقتی خوش شون اما خودش یک استراب برشان پیدا میکنه که الان بعد از این دیگه برم سرم غم یک پسم خوشی خود خودشان بدست خود خراب میکنه. نوام، خود را بپذیرید و برای بهتر شدن تلاش کنید. اول با خود آشتی کنید، ممی که از تو، ممی قدم، ممی رنگ، ممی فلان، ولی به خاطر چیزایی که قابل اصلاح مثل دانشم، مثل اخلاقم، مثل رفتارم، اینا را تلاش کرده میرم خود خوب میسازم و ناشکری نمیکنم، ناسپاسی نمیکنم. و همین گام اول شما نیست دکتر سیب که خودا باید اول بپذیریم، یعنی اول خودا بفهم که کیستی و بپذیر با مو چیزایی که هستی، بعد در پرم در پیش بود. دوام، کوشش نکنین که از دیگران بهتر شوین، بلکه از خودتان بهتر شوین. کت دیگر را پیشکان نزنین که احمد پیش کنم، محمود پیش کنم، کجا رسید و کجا رسید و ما چی. ما قرار است خود پیش کنیم، هر روز از دیروز خود کده خوبتر شویم. اینی هدف زندگی است که ما امو ریکاردهای خود بشکنانیم، با خود ما مسابقه و مقایسه داشته باشیم، نه با هیچ کس دیگر. موضوع 11، شکست را فرصتی برای پیشرفت بدانید. در زندگی انسان شکست واقع میشه، آخر ولی دنیا نیست، بله، ولی کسایی که عزت نفس ندارن وقتی شکست خوردن کل زندگی برشان تمام است، دیگه افسرده و خانه نشین و منتظر آمدن ملک الموت. در حقیقت دکتر سمانی خودشم از عزت نفس است که ما خود در معرض برد و باخت قرار بتیم. بله، ممکن است در یک موضوع شکست بخوریم. کاملا. پس ای اگر به این بنا باشه که ما از شکست بترسیم و این حرکت مجبور نکنیم دیگه، ساکن باید باشیم. بله. پس وقتی ما میخوایم حرکت بکنیم، در حرکت حتما یا شکست است یا پیروزی، باید این را بپذیریم. بله. ذهنا آماده باشیم کاملا و مثل توپ افوز باشیم، کرچی قوی تر به زمین میخوریم اما قبلندتر پرواز کنیم. بله. اصلا میگن که امی کمال و مهارت زندگی دیگه نیست که هیچ وقت نفتی که همیشه تو پایکایت بسیار قدم های کوچک کوچکیت بترسی، نه،
مهارت زندگی دیست که بعد از افتیدن دوباره استاده شوی. این بسیار مهم است، نه که یک موجود شی باشه که افتیدی بشگینیم. بنان خوب است که ما یاد بگیریم که وقتی افتیدیم زمینگیر نشیم، بخیزیم دوباره استاده شی. یا بعضی ها بیخی از ترس ازی که ما بادا بفتن زمینگیر میشن، از اما اول هیچ حرکت نمیکنن و این خطرناک است. دوازدهم، از دیگران توقع نداشته باشین. متاسفانه کسی که عزت نفس نداره از دیگر توقع داره که دیگر بیا بر از کل کار زندگیش بکنه. نه، ما قرار است خود ما مسئولیت های خود انجام بدیم. فرصت یافتیم بر دیگران کمک کنیم، کسی بر ما کمک کرد سپاسگزارش باشیم، ولی ما توقع نداشته باشیم. هر چقدر توقع ما از دیگران بیشتر شود، رنج ما، عصبانیت ما، ناراحتی ما بیشتر میشه. شما از کسی که توقع ندارین هیچ وقت ناراحت نمیشین. همه که میگن گله از دوست میشه همیست دیگه، چون توقع داری خراب میشه حالت. بنان اصلا یک تعریفی که برای خوشبختی هم میتن، انشتین پرسان کردن که تو برای هر چیز فرمول داری برای خوشبختی هم داری؟ گفت بله، خوشبختی کسر است که صورتش تلاش، مخرجش توقع است. یعنی شما میفهمین کسر با صورتش رابطه مستقیم داره، هرچی تلاش بیشتر خوشبختی بیشتر، با مخرج رابطه برعکس داره. اگر توقع رو زیاد کنین خوشبختی کم میشه، اگر توقع رو کم کنین خوشبختی زیاد میشه، اگر توقع رو صفر بسازی خوشبختی لایتنایی میشه، چون کسر که مخرجش صفر شد لایتنایی میشه. بنا میگن که برای زندگی نمیشه با فرمول ریاضی عیار کرد، مگر نه خوش شده روان است. نه میشه، ریاضی بسیار چیز خوبه. بنان توقع خود از دیگرها کم کرده بریم. 13، اجازه کمک به دیگرها را بتیم. ببینین اول خود ما هم تو خود ما که کمک بر دیگرها میکنیم خوش میشن. بعضی وقت دیگه میخواد بر ما یک کمک کنه، ما اجازه را برشون بتیم. اتو نکنیم نه ما ضرر نه او امثال از گپا. ما مثلا بعضی وقت شده یک کسی ماینه خانه اومده، بعد از که گپ خلاص شده اینا یک هزار افغانی یا یک پاکت چیزی مانده سر میز. ما نگفتیم که نه چطور میشه، چرا او دمی خوش میشده. صحیح اگه مثلا ما به می نیاز نداشتیم یک کس دیگر کمک خواد کرد، درسته؟ ولی اجازه خوش شدن یک کسی خواسته به می ترتیب یک ابراز محبت کنه. یا این به حالتی که مثلا ما همیشه به همسایه خود کمک میکنیم، همیشه اینا یک موقعیتی تو شکل میگیره که اونم همسایه همیشه با کمک ما عادت میکنه، ما همیشه با کمک کردن به او عادت میکنیم. و به خاطر اینکه امی رابطه دو طرفش هم یک قصر ایجای خود میگه کسی به همسایه خود زیاد کمک میکرد. دکتر سیب جان، باز یک روز امود صدا کرد سر همسایه که یک ذره نمک اگه باشه. بله. باز بچه رو گفت مادر ما خود داریم. نمک داریم. گفت بله بچه، ما همیشه به اینا کمک میکنیم. بله. احساس کنم که چی شده. نه همی هم به اون طرف اگه عزت نفس میده که اینم تا یک طرف ها نیست. بله. 14، با در نظر داشت عقل، منطق و امکاناتی که دارین دنبال فعالیت‌های جدید برین. آدمی که عزت نفس نداره بسیار زندگی تکراری داره، هیچ از این دایره راحتی خود بیرون نمیبره. ولی آدمی که عزت نفس داره دنبال گپای جدید هسته، میخواد با هر کار جدید استعدادش رشد میکنه. فکر شما نمیکنه که از این قالب اگه برآمدم دیگه خلاص خلاص هستم. اینه شما پیش خود تصور کنین اگر تا بالی 4 جای وظیفه شما تبدیل شده، 4 گپ نو یاد گرفتین، 4 توانایی نو یاد گرفتین، روابطتان دیدگاهتان تغییر کرده. 15، در گرفتن حق خود تلاش کنین. کسی که عزت نفس نداره حق خود گرفته نمیتونه، ولی کسی که عزت نفس داره دنبال حق است، حق خود میگیره، تو دیگرا رو در گرفتن حقشون کمک میکنه، از گرفتن حق خود نمیشه. ما سعی ما بخشندگی میتونیم داشته باشیم که در هم اول در مورد عزت نفس صحبت کرده بودیم، ولی جایی که باید حق خودم بخوایم و بگیریم باید استفاده شویم. 16، انتقاد پذیر باشیم. کسی که عزت نفس داره از انتقاد نمیترسه، بلکه از انتقاد تا خوش میشه. وقتی دیگه از ما انتقاد میکنه، ما انتقاد اگر درست است ازش سپاسگزاری میکنیم، دستشون میبوسیم، مشکل خود اسلام میکنیم. بله. چون ما بعضی وقت خودمون متوجه مشکل خود نمیشیم. بله. اگر بی جای از خیر یک او نخیر گفته ازش میگذریم. میگذریم. ولی تو نیک که کسی از ما انتقاد کرد ما بشکنیم و قال مقال و عصبانیت ما بره.
متوجه هستی؟ با او خاطر آدمی که عزت نفس داره انتقاد پذیر است و حتی دیگران را تشویق میکنه که انتقادش کنه که عیبای خود متوجه شه و او را اصلاح بسازه. موضوع دیگه، زندگی خود در یک تعادل نگاه میکنه. آدمی که عزت نفس داره همه چیز زندگیش در تعادل است، افراط و تفریط نمیکنه. هم تو درس خودام میرسه، ورزش خودام، عبادت خودام، روابط خودام، کاروبار خودام، کل چیز زندگی خودت، صحت خود، همه چیز میرسه. در غیر از او، اگر ما زندگی ما دنبال یک چیز هستیم، یعنی عزت نفس نداریم، کسایی که زیاد دنبال پول افتیده یا دنبال علم افتیده عزت نفس نداره، اینا میخواین از این طریق بر خود یک عزت پیدا کنن. اجدوام تصویرسازی ذهنی بکنیم بر خود. چی معنا؟ مثلا کسایی که سخنرانی طرز دارن، در خانه دو سه بار روزانه چشم خود بسته کنن، نفس های عمیق بگیرن، کمی آرام شدن، حالا موس تالاری که اینا سخنرانی میکنه رو در ذهن خود تجسم کنه، در ذهن خود سخنرانی کنه و ببینه، یا مثلا به یک جایی که میره وار خطاست، این امینر در ذهن خود تصور کنه، در ذهن خود خود یک انسان با ارزش بسازه. اینا رو تصویر سازی ذهنی میگیم، که باز کدام وقت در مورد جدا صحبت میکنیم، چون یک راه درمانی است برای بسیار از مشکلات. 19 بر خود جملات تاکیدی مثبت بسازین. من آدم خوب هستم، من آدم صبور هستم، من آدم موفق هستم، من آدم توانا هستم، من آدم بردبار هستم، درس خوان هستم، کوششی هستم، سرخیز هستم. ولی کسی که عزت نفس ندارد جملات برعکسش است، که ما آدم احمق هستم و از ما چیز جور نمیشه. اینی را در ذهن خود اصلاح بسازیم و این کار را جور کنیم. 20 پیش روی آینه صحبت کنیم. کسایی که از صحبت کردن در جمع ترس دارن، از آینه شروع کنن، برای خود سخنرانی کرده برن. روزای اول دموجه مشکل دارن، اما میبینه عادی شده میره. بعدش مثلا اعضای خانواده رو بشانه پیشوریشان صحبت کنه، بعدش دوستای خود، بعدش دیگام جای اشتراک کنه. استاستا میبینه با تمرین کردن این موضوع خوب میشه. 21 همیشه لبخند به لب داشته باشه. این لبخند داشتن سلامت نشان میده، رضایت نشان میده، شکرگزاری را نشان میده، خوبی را نشان میده. متوجه هستین؟ شما دو دوستتان صبح وقت ببینید که یک لبخند بر روی دار، شما میگین آدم خوش است، خوب است دیگه، پیشانیش ترش است، اولش می چی گپ شده، چرا میبینین؟ یک به می خاطر لبخند صدقه گفته دادین ما. 22 به سرواز خود رسیدگی کنیم. پاک ستره باشیم، عطر بزنیم، به خود برسیم. معنای این نیست که لباس بسیار قیمتی بپوشیم، لباس پاک بپوشیم، ستره باشیم. سترکی با زیاد پول نیاز نداره که ما حتما کدام مارک بسیار قیمتی را برنده بپوشیم. 23 یک کمک بلندتر و سرحالتر صحبت کنید. آدمی که عزت نفس نداره بسیار آیسته، بی انرژی، کسل کننده حرف میزنه و حتی جان مقابل خود خسته میزنه. یک ذره سرحال و خوب صحبت کنید. و 24 در موقع صحبت کردن به چشم دیگر را ببینین. خود مصروف تکمه و انگشت و چشما را پایین نندازین، نه چشم به چشم، خود به خود جرات شما را زیاد میکنه. و بالاخره گپ آخر ما، که اگر کل از ایگه پارا انجام میتین، در پالیش خواستین، میتونین از دارو درمانی هم کمک بگیرین. دارو درمانی رای حل قطعی نیست، ولی دفتن است. چون دواهای ضد استراب، دواهای ضد افسردگی، دواهای بیتا بلاکر، اینا چیزاییست که معمولا در کمبود عزت نفس توصیه میشه، آدم با جرات نگاه میکنه. ولی در پالیش ما باید این تمرینایی که ما تایی چندین برنامه برای دوستات توضیح دادیم، اینا را عملی کرده برن و دوای خودم موقتا استفاده کنن، باز میتونن بخیر دوا را قطع کنن، دیگه ذهن از اینا خوب شده و دیگه ذهنشان میتونه خوب کار کنه، دیگه با مشکل مواجه نمیشن. و در آخر دیگه یک دعای هم از برای دوستا بگیم. خدا کنه درها همیشه برای شما گشوده باشند، بادها پشتیبان شما باشند، آفتاب چهره شما را گرم کند و باران به نرمی بر کشتزارهای شما ببارد. این همی گپاره که دوستا عملی کنن، انشالله عزت نفس بسیار خوب می داشته باشن. و همی بس عزت نفس ارزش شنیدن چند باره داره، در ساوند کلاود هم موجود است، یک چینل یوتیوب به نام از دکتر جمشید رسا، در اونجا می تانن تعقیب کنن، به شکل کتاب و دیویدی هم از اسد در ملتون 0730-1410 می تانن به دست بیارن و در نشر و پخش از همی کمک کنن. انشالله شما شاید است این چیزای بسیار خوب بود در پالی شما، در هر برنامه کلام الهی را بیان کردین، کم و ارزش و اهمیت برنامه را به مراتب بالا بردین. دیگه میره که عرم وطن ما بشنوه، انشالله بسیار برشون مفید واقع میشه.